اول پتروس فصل سوم. به همین طریق شما ای زنان تابع شوهران خود باشید، تا چنانچه بعضی از آنها به کلام خدا ایمان ندارند و وسیله رفتار شما ایمان آورند، بدون آن که شما با آنها چیزی بگویید، زیرا آنها رفتار نیک و خدا ترسی شما را خواهند دید. زیبایی شما نباید در آرایش ظاهری باشد که به آرایش مو و پوشیدن جواهرات و لباس زیبا بستگی دارد، بلکه زیبایی شما باید از باطن باشد، درون خود را با گوهر فناناپذیر یک روح حرام و ملایم بیارایید، زیرا این نوع زیبایی در نظر خدا ارزش بسیار دارد. به این طریق بود که زنان مقدسی که در قدیم به خدا توکل داشتند خود را زیبا می ساختند. آنها تابع شوهران خود بودند، مثل ساره که از ابراهیم اطاعت کرده او را ارباب خطاب می نمود. پس اگر شما هم نیکوکاری کنید و از چیزی نترسید، دختران او خواهید بود. و شما نیز ای شوهران، باید رفتارتان با همسرتان همیشه با ملاحظه باشد، و چون آنها جسمن ضعیفتر هستند و در فیض زندگی با شما سهیم و شریک می باشند، با عزت و احترام با آنها رفتار کنید، مبادا دعاهای شما مستجاب نشود. خلاصه ای برادران، یک فکر و یک دل باشید، یک دیگر را مثل برادر دوست بدارید و مهربان و بی‌کبر باشید. بدی را با بدی و لعنت را با لعنت جواب ندهید، بلکه به جای لعنت برکت بطلبید، زیرا خدا شما را دعوت کرده است تا برکت نصیبتان گردد، زیرا نوشته شده است: هر کی بخواهد زندگی خوب و روزهای خوش داشته باشد، باید دهان خود را از حرفای زشت و لبان خود را از دروغ نگه دارد. بدی را ترک کرده نیکی کند و صلح و صفا را جسته و آن را دنبال نماید، زیرا چشمان خداوند بر عادلان است و گوشهای او آماده شنیدن دعای آنها، اما از بدکاران رویگردان می شود. پس اگر شما به انجام آن چی نیکو است علاقه دارید، کی به شما آسیب خواهد رسانید؟ اما اگر به خاطر عدالت رنج می بینید، خوشا به حال شما. از تهدیدات مردم نترسید و تشویش نکنید، اما ترس مسیح در دلای شما باشد و او را خداوند خود بدانید. و اگر کسی علت امید شما را می پرسد، همیشه آماده جواب باشید، البته با ملایمت و احترام. وجدان شما همیشه پاک باشد، تا حتی اگر به شما بی حرمتی شود، کسانی که از رفتار نیک مسیحایی شما بد می گویند از گفته خود شرمنده گردند. زیرا اگر خواست خدا بر این است که شما زحمت ببینید، بهتر است که به خاطر نیکوکاری باشد، نه برای بدکاری. مثلا خود مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه شما مرد، یعنی یک شخص بی گناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. او از لحاظ جسم کشته شد، اما از لحاظ روح به زندگی خود ادامه داد و در روح به نزد ارواح محبوس رفت و با آنها وعظ کرد. اینها همان کسانی بودند که در آن وقت که نوح به ساختن کشتی مشغول بود و خدا با صبر و حوصله انتظار میکشید، اطاعت نکردند. عده کم، یعنی 8 نفر، از آب گذشته نجات یافتند. این آب نمونه تعمید است که اکنون شما را نجات میبخشد. منظور من شستشوی کثافات بدنی نیست، بلکه بیان کننده آرزوی وجدان پاکی است که شوق به دیدن خدا دارد و به وسیله رستاخیز مسیح نجات می‌یابد. او به عالم بالا رفت و در دست راست خدا است و تمام فرشتگان و قوتها و قدرتهای آسمانی تحت فرمان او هستند.